سوگند خون همراهان، سوگند عشق مادران، هرگز به تیمشان نمیرد فریاد جاودان ما. ما سیل خون آبان با بی عدالتی عجیب، درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشور ما. همانطور که در خبرهای پیشین بارها اشاره کرده ایم و این روزها در اغلب رسانه ها و خبرگزاری ها قابل مشاهده است، رژیم جمهوری اسلامی این روزها تمام تلاش خود را می کند تا در مواجهه با اعتراضات و در اقدامی پیشگیرانه با محدودیت ها، دستگیری ها و بازداشت فعالان مدنی تا حد ممکن جلوی شعله ور شدن مجدد اعتراضات را بگیرد. یکی از موارد آن موج جدید دستگیر شدن خوانندگان و هنرمندان است که اعتراضات را حمایت کردند یا به آن اشاره کردند. به عنوان مثال مهدی یراحی، خواننده معروف ایرانی که به دلیل انتشار ترانه جدیدش در بازداشت و حبس نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به سر می‌برد. اما این تنها اقدام رژیم در جهت فضاسازی رسانه‌ای علیه معترضان به سیاست‌های حکومت نیست. این روزها جمهوری اسلامی از طریق تمام تریبون‌ها، تمامی خبرگزاری‌ها و تمام عمال و کارگزارانی که دارد تلاش خود را می‌کند که علیه معترضان سیاه‌نمایی کند. من چند روز پیش ویدیویی را که از آخونده بیشرمی که میگفت مردم وظیفه دارن خرج ما را بدهند و من لطف میکنم که از مردم پول میگیرم را دیده اید. حالا ویدیوی دیگری از همین آخوند منتشر شده است که در آن مخالفان نظام را لواطکار و زناکار میخواند. توی اختشاشاتی که بچه ها مثلا سرشاخهای اختشاشی کردن تو گونی، دو تا منطقه تهرانی که از بچه امنیتی بر من تعریف میکرد، گفت دو تا منطقه من کردم تو گونی. اولین کاری که میگن موبایلش ازش میگرفتیم. موبایل که گرفتیم 40-50% محتوای گی هم جنسگرا توی موبایل ها بود. تمام گروه های طنزی که الان تو اینستاگرام هستن معمولا هم طنزشون جنسیه. سر زمان فوت خانم مهسا کموله، یعنی از شهریور، گفتن ما ما عزاداریم دیگه طنز تولید نمیکنیم. یهو دیدیم یه حجم بالایی تولید محتوای زن زندگی آزادی اومد کف خیابون. الان که من با شما صحبت میکنم کانال هست، کانال طنز. عزیزان تو رو خدا اینو گوش بدید، طنز تو اینستاگرام من دیروز نگام کردم، شاید چند بعضی پستاش چند میلیون بازدید داره، چند میلیون. این انیمیشن خیلی انیمیشن ساده، یعنی با چند تا خطه، انیمیشن ساده. بعد این انیمیشن مستقیم خودارضایی لواط رو ترویج میکنه. 50,000 تا کامنت بود، من نیم ساعت کامنت ها نشستم خوندم. 50,000 تا دختر و پسر با هم قرار زنا گذاشته بودن. در مورد یک مسئله جنسی دختر به زبان دو گفتگو شدن، بعد دایرکت بیا بریم هم ترتیب هم بدیم. طنز، شعر، ترویج لواط. پاشم افراد با هم در مورد لواط قرار میذارن. میگه تو دایرکت شما رو بده ترتیبتو بدیم. چون طرف وقتی ببینید طرف خود ارضایی میکنه، لواط میکنه، زنا میکنه، دختره سقط جنین کرده، پر نگاه کرده، از خودش متنفره. با پدر مادرها درگیرن، با شوهرش درگیره، با دوست پسرها درگیرن. همه دوست پسرها یه دور ترتیبشو دادن، نمیدونه با کی بره. اعصابش خورده اون، بعد یا اون دوست پسرش بهش خیانت گرفته، اون یکی رفیقشو گرفته. اینا زندگی اوناست. میگم مخاطب شناسی کن. من توی فرودگاه بود، زنه بود، این پیرزنا زمانشاهی بود، کچلم بود، سلختم بود، به خدا شده موهاش ریخته بود، این کچلا که گفت قلی خود مثلا جرسومه بود، نشون داد مثلا یا زن ساواکی بوده چیزی. منو دید اصلا تو فرودگاه یه جور اینجوری مثلا انگار سوسک میره، یه هول بعدی به من داد، ایک پیری اینجوری کرد و قلی مشخص بود یه بغضی داره. آقا اینها پس حب و بغض و مدیریت کردن در رسانه با ضمیر ناخودآگاه. من فیلماشو بخوام براتون دونه دونه میتونم مثال بزنم. همین فیلم گیم آف ترون نشون میده تنها مدل مواجهه با حکومت آخوندی ترکوندن حوزه است. آخوندا رو همه رو بتر کنی، یا چاقو چاقو کنی یا بتر کنی. اینو من جالبه تو اکثر جوونا رفتم میگن نشستیم گیم آف ترونز رو کامل هم دیدیم. تو قسمت آخر، سیزن آخر، اون شاهزاده‌ای که خانومی هست با برادرش زنای
چیز کرده، با محارم کرده، بچه دار شده، بچه شاهزاده است، اون خانم میخواد از دست حکومت آخوندی خلاص چیه، میزنه بوم میزنه همه رو میتر کنه و بعدش هم شرابشو میخوره، نشون میده تنها مدل مواجهه با حکومت آخوندی کشتن همه آخونداست. اما مار که انداختن 70 80 تا 100 تا حوزه المیر زدن ترکوندن، خبر دارید دیگه. بعد مساجد حسینی ها ما آخونداشیم کارمون رو میکردیم، همه رو تعطیل کردن. هوشمندانه بود آقا، همه چی تعطیل، ارتباط ما قطع. از قبل هم سلبریتی‌هاشون تو شبکه اجتماعی چیده بودن، ماها نه آموزش دیده بودیم، نه بلد بودیم، نه رسانه دست ما بود، نه فالوور داشتیم. گفت برید در میدان، طلبه‌ها باید برن کف میدان. گفتم داداش من کف میدان یک هزینه داره، تامین می‌کنید خیر. دو امنیتی، الان طلبه مشکل امنیتی دارن، به ما چه برن شهید چه؟ یکی رسانه گفت آقا اصلا تورم بزنن به نفع جبهه انقلابه، چون یه شهید اصلا خیلی هم برند میشه، اونم شهید مثل تو که مثلا قیافش هم میشه روش کار کرد. خب پس ما در جریان دین باخت رو دادیم، در جریان بیدینی چی؟ سریال، فیلم، سلبریتی، رسانه، شبکه اجتماعی همه پاکار اومدن بزنن بهتر کنن، همه پاکارن. نمونهش یه پست اونا میلیونی بازدید میشه، یه شروین حاجی پوری که شعر خونده، شعر دونه دونه هزار تا وایرال میشه، دختری که خودشو حالا بر اساس نظر کارشناس المنار زده خودشو ترکونده، مهسا امینی، خب بر کارشناس المنار اومد تو المنار گفت انتحاری بوده. بعد حالا مسئول داخلی ما چرا نگفتن؟ چون ثابت نشد، چون بعد ثابت میکردی تو داخل کشور. آقا چیزای پزشکی قانونی که انقدر پیشرفت نکرده که بتونه مثلا رو دست اون مواد سمی موساد بزنه بگه آقا اینو ما کشف کردیم. اگه کشف کردی دیگه امنیتی حساب نمیشه. دو، این بیماری که ایشون داشته باید داروشو سر ساعت مصرف میکرده، همین عدم مصرف دارو سر ساعت خودش یه انتحار بوده که این کارو کرده ایشون، که چند نفر پزشکا برام تو دایرکت نوشتن آقا این احتمال خیلی ممکنه، چون دستگیرم شده نگفته، موقع دستگیریم نافیش بیرون بوده، اینم جهت اطلاع. بعد از چند وقت میگه من دیگه دلم با خامنه‌ای نیستا، شبهه تو ذهن من نشسته، آقا خامنه یا این بی‌حجابی را میداند یا نمیداند، اگه میداند یا کاری نمیکنه که به درد نمیخوره، یا میداند و کاری نمیتونه بکنه بی عرضه است بازم به درد نمیخوره، یا نمیداند که اصلا دیگه هیچ به درد نمیخوره، پس در هر صورت آقا خامنه‌ای به درد نمیخوره. شبهه بین متدعیه نمیدونی چقدر رواج داره. میرزا رضای کرمانی که ناصرالدین شاه رو زد ترور کرد، اینو مطرح کرد، گفت این فساد کشور ناصرالدین شاه یا میداند که به درد نمیخوره بزنیم بهتر کنیم، یا نمیداند بزنیم بهتر کنیم. علی هم که باشی اگر طرفدارات چهار تا الاغ مثل خوارج باشن چی میشه؟ علی بعد بره سرشو تو چاه بکنه، آخرش هم همون خوارج امیرم اونم منبر میارن پایین، همون هم میزنن میرم اونو شهید میکنن. جوری که برای من امروز پیام داره رویتا میگه حاج آقا اگه صحبت شما نبود من داشتم خودم رو آماده میکردم برم مسئولی رو ترور کنم. میگه ما گفته بودیم که ولی فقی جواب نمیده، ما گفته بودیم ولی فقی به درد نمیخوره، ما گفته بودیم اینا ارزه ندارن، حجاب رو نتونستین همین شهید دادید. خاک تو سرتون، خاک تو سر رئیس، خاک تو سر به همه ادب، خاک تو سر. الان سه تا رئیس قوه خاک تو سر، الان این تو بین متدینا این شبه رواج داره یا نه؟ الان رئیس قوه رو بیاری متدینین به اینا فوش میدن یا نمیدن؟ رفتیم جزیره کیش، یکی از خانمای چادری به من گفت، گفت حاج آقا یه خانمی خیلی بد حجاب بود، دخترم گفتم برو تذکر بده، رفته دویده برگشته میگم چیه؟ میگه بابا معلم دینی مونه. پس روحانیون، پدر مادر، معلم، رسانه، کلن تو این فضای باخت دادیم. برای اینکه خاطرتان باشد این آخوند که راجع به معترضان ایرانی این گونه صحبت میکند چه شخصیتی دارد و کیست، بار دیگر ویدیوی سخنان بی شرمانه او راجع به اینکه مردم وظیفه دارن خرجش را بدهند را با هم ببینیم. خرج دارم، منو طلبت کمکم کن. کی باید بکنی؟ مردم. من نوکری میکنم تا وظیفت اینه که حمایت کنی. والسلام. ندیم به جهنم روز قیامت. تو لیاقت نداشتی که به نوکر امام زمان کمک کنی. من لطف میکنم از مردم پول میگیرم. اینو جدی دارم میگم، به مخاطبم گفتم. گفتم مخاطب تو پول میدی، من دارم لطف میکنم از تو پول میگیرم، برای نوکر امام زمان، برای مال وقفی، برای مسجد خرج میکنم. من که مال خودم نیستم که. یه نفرم لیاقت نداره، برو پولتو خرج دوا دکتر کن. پولی که برای امام زمان خرج نشه، خرج دوا، پول امام حسین نشه، روزه امام حسین نشه، بعد خرج دوا دکتر شه، یا بره دخترش رو کف خیابون جمع کنه. شماره کارت گوشم، هر کی حال کرد بده. تازه من توفیق، یا من توفیق نوکری کنم، تو هم توفیقی که پولتو بده من اینجا خرج کنم. پولت اینجا نه، تو میکروفون خرج، برو سازو دهل آوار بگیر، من جهت تبیین نشه، کوفته دیگه میشه. دعوت خرج دوا دکتر میشه، دستت بشکن، کلت بشکن، خرج دوا دکتر بده. اصلا هم خجالت نکش. آقا فرمود آتش بختار یعنی چی؟ یعنی مسئولین بیلاخ هم بد نشون نمیدن، پول هم بد نمیدن، برن مردم بگیرن. مقیاس و خطکشتون صحبت آقا باشه، هر کم هرچی گفت به قسمتی کتف سمت راست حساب کنید. مردم من خرج دارم، به خدا خرج دارم. خب اینم شماره کارت نمیشتم، مصرف شخصی میکنم از این شماره کارت،
1000 تومان بدی میخورم، 10000 تومان بدی میرم نون بربری میگیرم، اگر بشه 20000 تومان خاشخاشی میگیرم، اگر بشه 50000 تومان حلیم میخرم، اگر بشه 100000 تومان کله پاچه میگیرم، اگر بکنی 15000 تومان جوج میزنم، به اندازه که به من پول بدید میخورم براتون. یعنی خودش واسه این 300 تومان رو دادم بری بخوری، گفتم نوکرتم اصلا دمت گرم. خب اصلا تعارف ندارم، این صراحت ما مخاطب خیلی جذابی، هیچ آبروت نمیره. ما آخوندا بس اینو من از کجا یاد گرفتم؟ یه ذره دوستان گوش بدید. 1400 سال تشیع در این مملکت با پول مردم اداره شده. آقا نه عزیز من نگفتم، دارم توضیح میدم، مخاطب تو باید توجیه باشه. من طلبه میگم آقا من روزی 12 ساعت دارم کار میکنم، تولید محتوا میکنم، اینم شماره کارتم، بعد زندگی اجازه تامینشه دیگه، من دو رفتم درس خوندم، 20 سال درس خوندم، خرج دارم دیگه. کی گفته زن و بچه تو باید اینقدر ضعیف بشن که وقتی میری دکتر؟ من مشکل طلبه بود، دکتر گفت اینا گوشت قرمز نخوردن. من امروز دخترم مصاحبهش بود، رفتیم میگه این بچه سوء تغذیه داره. گفتم خب چیکار کنیم؟ اون نیستیم، گوشت تو یخچال نیست، چیکار کنیم دیگه؟ من یه ذره رفتم صدقات عربستان برای بچه‌ها طلبه خودم جمع کردم. تعارف که نداریم مردم الان آقا شما وایسا موبایل فروشی کار کنی بیشتر از طلبه در میاری. موبایل فروشی چرسم استم بیشتر از طلبه در میاری. من اصلا لایو هم اسپانیاییه، منبر فارسی مثلا نمیرم، نه پامو تو کپ شما میکنم، من کاسیب شما رو خراب نمیکنم. من مخاطبم اون برای آب ازشم پیپال دلار میگیرم. الان 7 8 ده ماهی که اومدم اینجا خوردم به پی سی ها مردم کانال گذاشتم پول میگیرم، بعد اینکه مخاطبم منم تعطیل شده داشت، دلاری من درآمد داشتم، الان تعطیله. من از شهریوری که اومدم جهاد تبیین دارم میکنم، دلارم تعطیل شده، هیچی ندارم الان. واسه همین تو کانال میذارم ملت بدید حداقل. بابا منی که صد زندگیمون بوده الان اینجوری خیلی ظلمه به خدا. یعنی ما کفش 500 دلار هم مخاطبمون جمع میکردیم، کفش الان دیگه شده صفر. چرا؟ چون تولید محتوا نکردیم، گذاشتیم کانالمون دیگه. حالا ما آخوندا به هیچ کی پول نمیدیم، به اسرائیل هم جون نسیم نمیدیم، اما مردم میشه گرفت. آقا ما الان این همه مردم برای امام حسین خرج میکنن، من و تو برای امام حسین چیکار میکنیم؟ ما منبر میریم پول میگیریم، همه سر ایام محرم سفر کل سالشون پول جمع میکنن برای امام حسین خرج میکنن، ما محرم سفر میریم مردم پولاش میگیریم. ببین فرق ما آخوندیم، ما روزخون ما. این روزها همانطور که گفتیم جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را می کند که با تولید چنین برنامه هایی معترضان را تخریب کند، اما چه بسا اینکه شبکه های تلویزیونی با بودجه های چند صد میلیون دلاری که برنامه های آخوندهای از این دست را پخش می کنند مخاطبانی به اندازه ی انگشتان دست هم ندارند، در سالی که هر روزش باید هزینه دروغ پردازی های رژیم تحت عنوان جهاد تبیین مورد نظر خامنه ای باشد. رسانه‌های رژیم جمهوری اسلامی خود اعتراف کردند که شبکه جام جم که برای ایرانیان خارج از کشور پخش می‌شود در آستانه تعطیلی است، و روزنامه حکومتی اعتماد گفته است که این شبکه تقریبا اصلا مخاطب ندارد. اعتماد افزوده است که مدیر جام جم سال گذشته در یک نشست خبری بر ریزش شدید مخاطبان این شبکه سهه گذاشته است. حسن ملکی که پاییز 1398 با حکم مرتضی میر باقری معاون سیما مدیر جام جم شد، سال گذشته در جریان یک نشست خبری یکی از دلایل ریزش مخاطبان این شبکه را کاهش بودجه عنوان کرده بود. به هر حال آن نظرات باعث شد که سه کانال شبکه جهانی جام جم در یک شبکه خلاصه شوند و دو شبکه دیگر تعطیل شوند. در توضیح علت کسادی بازار شام تلویزیون رژیم جمهوری اسلامی، روزنامه اعتماد اذعان کرده که ریزش مخاطب را میتوان یکی از بحران‌های نه فقط شبکه جام جم بلکه تمام شبکه‌های صدا و سیما دانست. از دست رفتن مخاطبان صدا و سیما در حالی رخ می‌دهد که سال به سال بر سهم این سازمان در بودجه‌های حکومتی افزوده می‌شود. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.